بچه سلام، احوالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ حالتون خوبه؟ ایشالله که هر جا هستین شاد باشین، سلامت باشین. بچه داشتیم برداشت عسل تابستانه میکردیم، یه مقدار کمی هستش. حالا همه کندوها به عوضش دارن عسل، ولی بهار همه کندوها عسل ندارن، ولی زمستون تو تابستون آخر تابستون همه کندوها عسل دارن. ما الان داشتیم برداشت میکردیم، یهو یادم اومد که برای شما ویدیو بگیریم، بهتون نشون بدیم عسل تابستونی چه شکلیه. بعدش میخواستم یه نکته ای بگم که دلیل این که عسل تابستون الان برمیداریم، اول شهریور برمیداریم، برای اینه که جا باز بشه. چون الان نگاه کن اینو، مثلا این الان این عسل تابستونه دیگه جای تخمریزی نیست، نداره. من اینو برمیدارم پوکش میکنیم با پیام، بعدم پوکا رو میذاریم توش تخ بریزه. برای جمعیت سازی باید عسل تابستونه برداشته بشه، جا باز بشه تا بتونیم تخریزی بیشتر کنیم، جمعیت سازی کنیم. برای همین مهمترین گزینش برداشت عسل تابستون است. الان این موقع ما توی رامسر یه شهد دیگه داریم، یعنی بهار تابستون اول پاییز شهد درخت ازگیله داریم. این درخت که الان کم کم داره میخواد به گل بشینه، داره غنچه میده، هنوز این شهد داریم، ولی من برداشت میکنم. این شهد رو برداشت زیاد نمی کنیم، اینو میذاریم برای زنبور سازی، بهترین گزینه است. خب بریم میذاریم برداشت کنیم. ببینین شما که این عسل عجیب و غریب ها، اصلا نمیدونم از چه درختیه، هیچی نمیدونم از این عسل، ولی فقط یه چیزی میدونم، این که خیلی خوبه، خیلی خوب. انقدر که ما اینو باز نکردیم، این کندو رو پیرمونو نگاه کنین خدای من وای چقدر تو خوبی. بذار بتکنمش. ضربه ای که میزنیم بتکنیم زنبورا رو، یه وقت به موما آسیب نرسه. این هم از این. بچه ها بخواییم از این یه طبق پیدا کنیم، مثل من یه طبق بذاریم، اینو بذاریم روش، یه پلاستیک، یه کیسه، یه چی بذاریم که زنبورا نریزن سرش غارت بشه. همین اینجوری برداشت کنین، خیلی راحت. خواستم بهتون نشون بدم که الان بهترین فصل عسل برداشته تابستون است. اگه تو شمالی، حالا هر منطقی هستین، بردارین که از این به بعد امکان داره زنبورا بخورنش، تبدیل بشه به جمعیت سازی و زنبور سازی. خیلی مخلصیم، خیلی دوست دارم، دم همتون گرم. آها می‌خواستم اینو بهتون نشون بدم، یه لحظه ببین جلو. بچه‌هایی که برموم میخوان، بچه‌ها اینا برموم نیستن، اینا گند بافین، اینا برموم نیستن، برموم اینان. نگاه کنید خوش شدن، اینا برمومن، اینا برمومن. ویدیو جمع‌آوریشو حتما براتون میگیریم که بذاریم شما ببینید. خیلی مخلصیم، دم همتون گرم که انقدر باحال این کنار ما هستین، لذت می‌بریم. خیلی مخلصیم. یا علی بچه ها نگاه کنیم، این عسلاشو برداشتم، این قابا میخوایم اگه این پوکا رو نگهداری کنیم، اینا روش عسل داره، یعنی قابای پوکای عسلی، اینا رو میذاریم توی کندو، میذارم این بر، اینا میان میخورنش، تمیزش میکنن. وقتی که قشنگ تمیزش کردن بعدم میتونم هم پوکا رو ذخیره کنم، هم میتونم بعدن بردارمشون نگهداریشون کنیم. الان نگاه اینا رو گذاشتم، این برای بعدی ها رو هم نگاه کنیم. نگاه کنیم این چیه، کمیزش اثر گرفتیم، اینا جمعیتش زر جمع شده، از اثر گرفتیم، یه دود میزنیم. این پوکای اصلی میذارم این بغل این شیرخوریه که بدونم این الان کدومی کیه، میذارم اینجا. اگه میخوایم برای تخمریزی بعض پاییزم نگردیم، بهترین گزینه است. خیلی مخلصیم، خواستم اینم در جریان باشین که اینجوری میشه جلوگیری کرد از غارت، میشه پوکا رو نگهداری کرد. شما با عسل نمیتونید نگهداری کنین پوکا رو. خیلی دوستتون دارم، ایشالله که شما برداشت خوبی داشته باشین، بتونیم زنبورداری رو گسترش بدیم. خیلی مخلصیم. یا علی.